دو سه هفته بود از ایمان من گذشته و از اونجا که اون آتش ایمان در من به اصطلاح شوهرم شعله بر شده بود، داشتم از پنجره خونمون به خونه‌های دیگه نگاه می‌کردم و دعا می‌کردم خداوند خودت قلب این ایرانی ها رو لمس کن. این قضیه برمیگرده به دیده 20 سال پیش تا به تو ایمان بیاورم. همون زمان که من داشتم این رو میگفتم، روح القدس با قلب من صحبت کرد، با مسیح زندگی کردن مهم است و نه به اون ایمان آوردن. با مسیح زندگی کردن، آمین میگیم متوجه باشید، با مسیح زندگی کردن مهم است، نه به اون ایمان آوردن، نه تعمید گرفتن، نه سرتیفیکت گرفتن، نه اقامت در این کشور گرفتن. با مسیح زندگی کردن مهم است، حتی نه خدمت. گاهی خدمت ما مرا از مسیح می‌برد، گاهی دست زدن مردم با این چه برادر خوبیه داره دعا میکنه و دیگران شفا پیدا میکنن. خدا شفا دهنده است، انسان شفا دهنده است، کلیسای مسیح شفا میده. گاهی همینا باعث میشه خادمین مسیح، من از خدا میگم، از مسیح دور بشم، با مسیح زندگی نکنم دیگه، با مسیح همراه نباشم. فقط یک ایماندار مسیح هستم. همون زمان خداوند توی رویا من نشون داد تمام خونه هایی که می دیدم یکی یه تابوت بسیار زیبای توی خونه دارم. در روزهای یک شنبه در تابوت باز می شد، عیسی مسیح از اون تابوت می مد بیرون با لباس بسیار زیبا، با اینها راهی کلیسا می شد و بر می گشتن. دوباره مسیح تو اون تابوت می خوابید و بعد اونها ادامه زندگیشون می دادن. در روح القدس برای من باز کرد. اون موقع خیلی درک نمی کردم این موضوع، یه نوع ایمان بودم. امروز بیشتر می فهمم که خدا میخواد ما با مسیح زندگی کنیم. همونطور که کسی که با یکی ازدواج میکنه عقد میکنه، بعد از ازدواج و بعد از عقد اینا اصلا جدا میشن، میرن اون به یه شهر دیگه، اونم به یه شهر دیگه، کشور دیگه. بله جرأت نداره اون مرد بره، میگم اون مرد کاری مرد نداشته باشه. اینا بیشتر اتفاقا هم وفادار خواهند بود تا اینکه از هم دور بشن. اگر از هم دور شدن مطمئن باشید این زندگی خوبی نخواهد بود. اگه طولانی بشه زندگی تعریف درست داره که زن و شوهرها کنار هم هستن، با هم زندگی میکنن، کله تکون نه همین به حال ازدواج میکنی از این آرامش در میاری اون موقع. پس از این رو خداوند میخواد که ما با اون زندگی کنیم، با اون زندگی کنیم، مطابق کلام اون قدم برداریم، هر روزه خودمون رو تقدیس کنیم، هر روزه توی یک شرایط خوب خودمون رو بتونیم قرار بدیم. یکی از موقعیت‌هایی که میتونه به ما کمک کنه همین جلسات شما تشکیل کنه. سه شنبه ها هستش. بایبل استادی برادر امیر عزیزمون هستش. این که بتونیم توی موقعیت‌های مشارکت در مسیح بمونیم. گاهی عزیزم میگن بعد از اون خیلی تاثیر مذهبی بشیم. مذهبی نمیشیم، مسیحی میشیم. مذهبی نمیشیم. باید بیای کلام خدا رو بشنوید تا زمانی که یک موقعیت بدی توی زندگی تو قرار گرفت، افسرده و دیپرشن اجازه ندی وجود تو بگیره. نترسی، نگران نشی. مشکلات و سختی ها هستش. چه کسی هستش بتونه بگه که مشکلات و سختی ها برای ما نیست؟ من و خواهرم تینا چند سال پیش ما هم برنامه تلویزیونی داشتیم. خواهر تینا یکی از خادمین خیلی خوبه چند تا کلیسای پارسوان بود، یکیش پیش ما نیز میمد ایشون و خداوند رو خدمت بیاد در قسمت برنامه های عمده جاودان ایشون مدتی کنار من بودن و خداوند رو خدمت میکرده. ایشون سرطان گرفتن، مسیح شفا داد، بعد از مدتی سرطان برگشت و الان آسمان هست. فوت کردم، فکر میکنم زیر یک ماه آره چنبره و دو سه هفته هست. پس این خبرها نیست که بگیم مرگ برای همسایه است، مشکلات و سختی برای همسایه است. امروز خداوند به من و شما این فیض رو داده مسیح رو بشناسیم، نه فقط به مسیح ایمان بیاریم، با مسیح زندگی کنیم. و غیر از این باشه این رو بدونیم که در ترس و نگرانی خواهیم بود و نمیتوانیم تو اون جایگاه درست خودمون رو قرار بدیم. مسیح هم نیز این قدم رو برداشت. مسیح نیز آمد بر روی زمین، خدا بر روی زمین آمد، جسم انسان بر تن کرده تا به ما این
درک رو بده که ما بفهمیم که اون ما رو میفهمه. ما نگیم اون بالا نشسته تو آسمان، به قول این مثال کشتیگیرا میگه لندش کن. ما مطمئن باشیم خدا درد تنهایی ما رو میفهمه، بی پولیمون رو میفهمه، بی فرزندگیمون رو میفهمه، گرسنگیمون رو میفهمه، در سختی به هر مشکلی که هستیم میفهمه، دیپرشن داریم میفهمه، اون تمام موقعیت ما رو میفهمه، اقامت نداری بلا تکلیفی، خدا بلا تکلیفی رو دوست نداره، اون میفهمه تمام شرایط ما رو، اون درک خواهد کرد. در نامه عبرانیان 4:14-16 رو نیز براتون گفتم، اعلام میکنه پس چون رئیس کهنه عظیمی دارید که از آسمان ها در گذشته است، یعنی فروتن شد، اومد به شکل انسان شد، خدایی نخواست بکنه برای من و شما، پادشاهی نخواست بکنه، اومد خادم ما شد و پاهای رسمان رو شست مسیح. از آسمان ها در گذشته است، یعنی عیسی پسر خدا. اعتراف خود را محکم بدارید، بمانید با مسیح، زندگی کنید با مسیح. اگر تا الان نبوده، عهد بندید که خداوند سال آینده فقط میخوام با مسیح زندگی کنم. و اون موقع ببین در کنار همسر چقدر آرامش دید، چقدر بیشتر شاد خواهی بود، در کنار فرزنده، در کنار همکارانه، حتی اون کسایی که فکر میکنید به نوعی دشمنت هستن، آنان نیز دوستان تو خواهند شد، چون مسیح با تو هست. اعتراف خود را محکم بدارید، زیرا رئیس کهنه‌ای نداریم که نتواند همدرد ضعف‌های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیاییم و فیض را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت می کند. وقتی که اجازه بدیم با مسیح را بریم، مسیح کاملا ما رو میفهمه، مسیح کاملا ما رو درک میکنه و ما رو توی جایگاه درست انجام ده. در اعمال رسولان 1:1 اعلام میکنه عیسی مسیح به آنچه که عمل کرد تعلیم داد. اینجا مسئولیت داره، معلمی مسئولیت داره. برادر ما اکبر جان، برادر ما امیر جان اگر معلم هستن و معلمین دیگه که در کلیسا هستن، فرام شادی، هر کس که معلم هست یک مسئولیت داره، چون مردم زندگی اونها رو نگاه میکنن. فقط کافیه دستت نزدیک صورتت بشه، میخوای گوشتو بخارونی، عذر میخوام، میگن کرد تو دماغش، بابا سر کن بزن بره بالا، شاید نره دماغ تو گوش، ولی اینجوری قضاوت میکنن، داوری بد میکنن. پس حتما با مسیح را برید، اما به عنوان معلم و به عنوان کسی که میخوام دیگران رو پند بدم، باید این هوشیاری داشته باشم. اما عیسی مسیح به عنوان امید همه ملت ها قرار زد. ما امروز جشن نمیگیریم، ما جشنی که پیغمبر رو نمیگیریم، ما جشن کسی رو نمیگیریم که بگیم فقط از آسمان اومد بر روی زمین، حتی بگیم برای گناهان بشریت رفت روی صلیب مرد، اون رفت آسمان، اون رو چه درد من میخوره. ما جشن کسی رو میگیریم که من رو درک کرد و روح خودش رو به من داد و اون روح القدس که روح القدس در من باشه. از این رو هست که در انجیل متا 12:21 اعلام میکنه به نام او، یعنی عیسی مسیح، امتها، همه امتها امید خواهند داشت. فقط برای یک کشوری نیومده، فقط برای یک قومی نیومده. مولوی نیز اعلام میکنه کوه نومیدی مرو امیدهاست، رو به تاریکی مشو خورشیدهاست. اگر میخواید این شعر در زندگیتون کار کنه، باید با مسیح هم قدم بشید، چون مسیح نور هستش، با نور هم قدم شدن دنبال اون خورشید زندگی خواهید بود که هرگز تاریکی رو نخواهید دید. اما این امید چگونه در قلب من جاودانه خواهد؟ من چگونه میتونم این امید رو توی زندگیم همیشه داشته باشم؟ امیدی که برای زندگی من لحظه ای نیستش، امیدی نیست که مانند پزشکان به من بگن امروز خوبی، فردا بگن سرطان رجون برگشته، امروز من بگن اقامت میگیری، فردا میگن قانون این کشور عوض شد، شاید اقامت نگرفتی به عنوان یه وکیل، امروز بگن تو رو آزاد میکنیم ولی فردا اعلام میکنن که نه، الان یه مدرک دیگه اومده که تو آزاد نخواهی شد. امید نهایی ما
اگر خداوند باشه مطمئناً عمل خواهد کرد. در متی 5:3 که اعلام میکنه خوشا به حال مسکینان ندهو زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. مسکین همه ما میدانیم صحبت خلاصه شنی فرودن، درسته که معنیش میشه از سکون میاد، ساکن بودن و حتی زمینگیر، اما یعنی شخصی که فرودن است، هیچ ادعایی نداره، داوری نمیکنه. خیلی از عزیزان هست میان به من میگن این برادر برخش شما مثال بزارم اون نزدیکتر است، میگن برفرض این برادر این کار رو میکنه داوری نمیکنیم و آبروی این برادر رو برد ادعا میکنه و بگه داوری نمیکنم. هوشیار باشیم هر نوع داوری چه در ذهن من و چه در زبان من عزیزم اون چیزی هست که خدا از من نمیخواد. ما داوری میکنیم اما داوری بد اجازه نداریم. به ذهنت این رو بیاموز که داوری بد نسبت به دیگران نکن. اگر در ذهنت چنین چیزی میاد به عنوان یک پیشنهاد برای بهبودیش برو بهش ارائه بده، نه اینکه به دیگران بگی که دیگران نیز بدانن اون نظر فکر اشتباه ما رو. پس بنابراین زمانی که ما فروتن میشیم هرگز ادعا نخواهیم کرد در فروتنی مانند خود مسیح. مسیح نیز اعلام کرد من نیامدم که شماها را محکوم کنم بلکه آمدم شماها را نجات بدهم. ما که فرزندان او هستیم دقیقاً در همین قلم رو میتونیم جلو بریم. یک اندیشمند مسیحی خیلی زیبا میگه، اعلام میکنه راه فرا شدن در ملکوت فرو شدن در خویشتن است. یک بار دیگه میگم راه فرا شدن یعنی راه داخل شدن. ملکوت میدونیم جایی هست که پادشاهی خداوند هستش، من اجازه میدم فرماندار زندگی من خدا باشه. میگه راه فرا شدن در ملکوت فرو شدن، فرو شدن یعنی فروتن شدن در خویشتن هست، من بپذیرم. این هم موضوعی بود که گفتم در طول دست بهش خواهیم رسید. کسی میتونه با مسیح هم قدم بشه؟ کسی میتونه توی جایگاه درست بیسته که اول فروتن بشه؟ ادعا نداشته باشه از من که عنوان یک کشیش هستم، از اسقفش، از پاپش گرفته و هر خادمی، اون جایی که من فروتن میشم اون جایی هستش که من جواب زندگیم رو به خوبی گرفتم. در کتاب ایوب 22-29 میخونیم، از کتاب شریف اعلام میکنه خدا مردمان حلیم و فروتن را سرفراز و اشخاص متکبر را خار و ذلیل می‌سازد. و در فروتنی ما معنای درست یک تعلیم رو کامل داشت که چگونه من تعلیم می‌دونم. افراد معمولاً وقتی که ادعا دارن حتی بهترین پروفسور ها وقتی دارن صحبت می‌کنن گوش‌ها کرده، هیچ چی نمی‌شنن، حواسشون همه جا هست غیر از اون شخص. ولی وقتی می‌پذیرن احتیاج به اون نوع تعلیم دارن، احتیاج دارن یاد بگیرن، اون زمان هست که عمل می‌کنن.